یه داستان واقعی بسیار جالبی شنیدم از حالا پسخرون شلیتا، یک خلبان آمریکایی بوده، خیلی معروف بوده، خیلی کارش درست بوده، پایلت آمریکایی در ارتش آمریکا، در جنگی که آمریکا با ویتنام داشت هزاران آمریکایی کشته شدن و ایشون رو تنظیم میکنن که 75 و آخرین عملیات نظامیش رو داشته باشه که بره بمبارون کنه و برگرده با جت آمریکایی. خیلی خلبان خوبی بوده، میره و متاسفانه این ویتنامی ها میزننش، ولی این خوشبختانه میتونه خودش رو نجات بده با چتر نجات اون چیزی که داشته خودش رو نجات بده، میاد توی زمین ویتنام، دشمنان آمریکا اینا رو ایشون رو دستگیر میکنن، میبرن زندان، 5 اسیر جنگی بوده تا اینکه بعد از جنگ اینو میتونن نجاتش بدن و این ویتنامی ها این خلبان آمریکایی رو پس میدن به آمریکا. بعد از 5 تو زندان بودن. وقتی میاد تو آمریکا خب این معروف میشه، معروف میشه و مدال افتخار بهش میدن و غیره و غیره، کتاب مینویسه و خیلی معروف میشه. یه روزی با خودش تصمیم میگیره که بره رستوران خلوت بکنه. تو رستوران که نشسته بوده متوجه میشه که یه نفر بهش زل زده، همینجوری داره بهش نگاه میکنه، زل زده بهش نگاه میکنه اینا. بعد طرف پا میشه میاد نزدیکش، میاد پیشش، بهش میگه ببخشید آقا شما فلانی هستید، توی کشتی فلانی بودی که با جت رفتی توی ویتنام و هواپیماتو زدن و بعدش دستگیرت کردن و زندان بودی و غیره و غیره. میگه آره من فلانی هم، تو از کجا دارم این جزئیاتو میدونی؟ میگه ببین من یکی از اون ملوانای کشتی بودم که قبل از اینکه تو جتت پرواز بکنه واسه تو چتر نجات تو تنظیم کردم و همیشه واسه دعا میکردم که سالم و سلامت باشی تمام اون مدته. این خلبانه یه دفعه به خودش میاد، میگه واو خیلی ممنونم ازت، بس تو بودی که این چتر نجات رو خوب تنظیم کرد که باعث نجات من شدی، بس تمام این دعا و تفیله های تو بودش که باعث شدش که منو نجات بده که من زنده بمونم. اینم یه چیزی میکنه و همدیگه بغل میکنن و بوس میکنن و خلاصه از اینجا این داستان بسیار جالبیه، خیلی آموزنده است که آدم باید بدونه که فقط ما نیستیم که باعث موفقیت خودمون میشیم، نه پدر و مادرمون هستن که برامون تفیله میخونن، اون دوستانمون هستن، جماعت اسرائیل هستن، خیلی کسای دیگه هستن که باعث موفقیت ما میشن. ولی متاسفانه ما خیلی وقتا نمیایم اینو شناسایی کنیم، حتی ازشون یه تشکر بکنیم. در صورتی که واقعا این خلبان آمریکایی هیچ وقت به این ملوان کشتی یه شاید بهش یه هلو هاواریو همش نگفته بوده. نگفته بوده چرا؟ چون این خلبان درجش بالاتر، اون یه ملوانه. ولی در صورتی که آدم باید بدونه که خیلی آدم های دیگه هستن که باعث موفقیت ما میشن و ما در واقع یک تیم هستیم که ایش اخاد بلف اخاد تمام ام اسرائیل یک جامعه هستن. انشاءالله قدوش به خود کمک کنه که همگی برین صورت به همدیگه نگاه کنیم. به نمر آمین.